به دستور کارتر رئیس جمهور آمریکا، همیلتون جوردن مسئولیت یافتن جایی را برای شاه بر عهده گرفت. این تصویری معروف از اوست و نشان می‌دهد که او با تکان دادن قلم خود با حالتی عصبی چگونه در فکر یافتن راه حلی و پیدا کردن جایی در نقشه جهان برای شاه است. او به کارتر گفت: مکزیک به دلیل فشار افکار عمومی دعوتش را پس گرفته است. کاستاریکا نیز حضور شاه را مشکل ساز می‌داند. گواتمالا و ایسلند هم مایل نیستند دعوتشان را از شاه تکرار کنند. دیگر متحدین اروپایی آمریکا نیز هیچ گونه تمایلی به پذیرش شاه ندارند. تنها یک نفر می‌ماند. جنرال توریخوس، رئیس گارد ملی پاناما، با رفتاری که کمی گردنکشی را با خود دارد و البته به دلایلی که همه می‌دانیم، او از شاه و فره خوشش می‌آید. باید با او بیشتر صحبت کرد. یک ساعت بعد همیلتون جوردن با دستور اکید کارتر و با یک پرواز اختصاصی خود را به پاناما رساند تا با جنرال توریخوس موضوع را در میان بگذارد. وقتی جوردن سخنانش را درباره مشکلات کارتر با شاه به اتمام رساند، جنرال ساکت بود و دائما به سیگار برگش پک می‌زد. در سایه روشن محل ملاقات چهره توریخوس از پشت دود دائما تغییر می‌کرد. او به منافعی می‌اندیشید که با آمدن شاه و فره به پاناما نصیبش می‌شد. به دام انداختن یک جفت شاه ماهی با شکم‌هایی پر از جواهر و دلار. جوردن با حالت عصبی و در حالی که این بار هم با قلم خود بازی می‌کرد منتظر ماند. سکوت مدتی بین آن دو حاکم شد. سرانجام توریخوس کاسب کارانه گفت: آری. یک فروند هواپیما شاه و فرح را به همراه وسایلشان به پاناما منتقل کرد. 4 ساعت بعد هواپیما در فرودگاه پاناما سیتی به زمین نشست. ارماو که اینک به نیزه‌دار شاه لقب یافته بود در باند فرودگاه به سوی هواپیمای آنها رفت. او محافظی مکار و حیله‌گر بود، مردی اسرارآمیز و معمایی که اصول حفاظت از فراری‌های پولدار را به خوبی می‌دانست. او در خفا کارش را انجام می‌داد. ارماو اعتقاد داشت بسیاری از وقت‌ها گمنامی نعمت است. او دوست داشت در پشت صحنه کار کند و همیشه در سایه باشد. در فرودگاه پاناما سیتی مهمترین کار ارماو نظارت بر انتقال چمدان‌ها و صندوق‌های بزرگ به محل اقامت شاه بود. پیشتر هلیکوپتری شاه و فرح را به ویلایی در جزیره کونتادورا انتقال داده بود. جزیره‌ای در 60 کیلومتری پاناما سیتی در دل اقیانوس آرام، جایی که تقریبا هیچ کس به آنها دسترسی نداشت. جزیره در حفاظت سنگین نیروهای ناشناس قرار داشت که با پوشیدن لباس‌های شخصی از محل اقامت شاه حفاظت می‌کردند. آنها از افراد گارد عمر توریخوس بودند که زیر نظر سرهنگ نوریگا انجام وظیفه می‌کردند. این افراد به بهانه حفاظت مؤثرتر که نوعاً ساختگی بود، در همه جای محل اقامت شاه حضور داشتند و به کارهای گوناگون می‌پرداختند. گاردهای محافظ برای اجرای سیستم امنیتی و حفاظتی ماهانه دست موزی سنگین را طلب می کردند. این مطالبه بیش از هر چیز برای چاپیدن هرچه بیشتر شاه صورت می گرفت. ورود شاه به پاناما نیز همانند بسیاری از کشورهایی که شاه به آنجا رفته و مخفی شده بود اعتراضات شدیدی را برانگیخت. او در سراسر جهان تجسم زیاد روی های قدرت آمریکا و استبداد یک دیکتاتور بود.
پانامایی ها نمی توانستند بپذیرند که کشورشان زباله‌دانی برای دیکتاتورهای منفور و فراری است. دکتر میگوئل آنتونیو برنال یکی از فعالین سیاسی در پاناما است. او در سال 1358 25 سال داشت. در ساعت 4 بعد از ظهر تظاهرات آغاز شد و البته مردم علاقمند ساعتی قبل در برابر کلیسا تجمع کرده بودند. من وقتی آمدم برایشان صحبت کردم و گفتم که به چه دلیل ما نباید شاه ایران را در پاناما بپذیریم. مردم با من همراهی می کردند و علیه حضور شاه شعار می دادند. در حالی که تظاهرات اوج می گرفت، گارد نظامی پاناما به جمعیت نزدیک شد و سوال کرد که چه کسی مسئولیت این تظاهرات و تجمع را بر عهده دارد. گفتم من. آنها گفتند تظاهرات ممنوع است. گفتم چرا؟ گفتند ممنوع است، همین. ممنوع است. ناگهان سی موتور سوار G2 به تعبیر شما ایرانی ها ساواکی که لباس مبدل پوشیده بودند به همراه سایر گاردی ها خود را آماده حمله به تظاهرات کردند. یکی از گاردی ها در حالی که به من اشاره می کرد گفت او برنال است، او مسئول این تظاهرات است، او را بگیرید و بزنید. ناگهان من در محاصره چماق و باتوم نیروهای مهاجم قرار گرفتم. از همه طرف به سر و صورتم ضربه وارد می شد و به شدت کتک می خوردم. بیشتر از یک ربع در حال کتک زدن من بودند. دائما به زمین می خوردم و بی اراده بلند می شدم تا سرانجام بیهوش به زمین افتادم. برنال دانشجو در یکی از این تظاهرات از طرف پلیس چنان دچار ضرب و شتم گردید که برای مدت یک سال در اغما به سر برد. او سال بعد هنگامی به هوش آمد که همسرش فرزندی 9 ماهه را در بغل داشت. برنال آن دوران را سخت‌ترین لحظات زندگیش در مبارزه علیه دیکتاتوران جهان می داند. بگذارید این را برای شما ایرانیان بگویم، چرا که من مفتخرم که شما این خاطرات را به مردمتان انتقال می دهید. من در کنار انقلاب شما بودم. من به شما می گویم که هرگز از کرده خیش پشیمان نیستم. هرگز از کاری که کردم نادم و ناراحت نیستم، بلکه به آن به شدت اعتقاد دارم. صبح روز یک شنبه جامدانها و صندوقها از محل اقامت شاه به هواپیمایی که در فرودگاه پاناما سیتی منتظر پرواز بود هم شدند و همه پناهندگان به پاناما به هواپیمایی که برای پرواز به مصر کرایه شده بود به سرعت سوار شدند. شاه بیشتر از همه ترسیده بود و بی هیچ تشریفاتی زودتر از همه به سوی در ورودی هواپیما دوید و خود را در صندلی جای داد. وانگاه وحشت‌زده به بیرون نگریست.